درود رفقا چطورید خوش اومدید به چستراپیس توی مدت زمانی که جام جهانی شطرنج در حال برگزاری بود 50 درصد از کامنت ها این بود که علی رضا کجاست چرا علی رضا توی جام جهانی شطرنج حضور نداره خب این سوالیه که جوابش رو فقط خود علی رضا میدونه اما از ده نفر اول شطرنج جهان به جز علی رضا فیروز جا ویشواناتان آنان و دینگلیرن قهرمان جهان هم حضور نداشتن البته تا جایی که من به خاطر دارم بین ده اول فقط همین سه نفر حضور نداشتن و دلیل های مختلفی میتونه داشته باشه یه دونه اینه, اینه که علی رزا خودش رو میخواد برای یک اتفاق مهمتر آماده کنه دلیل دیگه میتونه ترس از از دست دادن ریتینگ باشه چون مسابقات جام جهانی مدت زمان طولانی داشت و معمولا توی سطوح بالا ریتینگ های بالا معمولا ریتینگ از دست میدن یا یه وقتهای شما آمادگی لازم برای یک تورنمنت رو ندارید همه اینا میتونه یک دلیل باشه که شما شرکت نکنید اما الان توی این ویدیو اینجاییم که بخشی از تور جهانی شطرنج که توسط چست برگزار میشه رو با هم ببینیم علی رضا فیروز جا برگشته دور قبلی این مسابقات 24 جولای بود که قبل از جام جهانی بود ما به اون مسابقات پرداختیم الان دوباره مسابقات از سر گرفته شده ادامهش که علیرضا فیروزجا جا توی دیویژن یک حضور داره که هشت تا پلیر هستن چهارتاش تاش دعوتی هن مثل مگنس کارسن نودربک عبدو ستاروف و وسلی سو از بازیکنهای دعوتی بودن و علیرضا فیروزجا جا توی مرحله قبل تونست کوالیفای بشه و به این مرحله برسه توی دیویژن یک توی دیویژن یک محمد امین تبا تبایی هم حضور داره که به بازی های اون هم میپردازیم توی دیویژن دو پرهام مقصودلو و بردیا دانشور فکر میکنم حضور دارن اگر بخش اونها اون بازی ها هم حتما با هم پوشش میدیم که بازی ها فرمتش به صورت رپید 15 دقیقه ایه که فکر میکنم به ازای هر حرکت دو ثانیه به وقت بازیکن ها اضافه میشه توی این ویدیو قرار سه بازی بین علیرضا فیروزجا و نودربک عبدالستارف رو با هم ببینیم بدون حرف اضافه میریم سراغ بازی اول که علیرضا با مهره سیاه بازی میکنه نودربک بازی رو با حرکت دی 4 آغاز میکنه اس f6 از طرف علیرضا سی 4 ای 6 از f d5 و اس c گامبی وزیر پذیرفته نشده روی صفحه داریم فیل به خونه e7 اومده گسترش فیل از طرف نودربک و علیرضا قلعه رفته e و فیل رو میخواد از خونه بی هفت به بازی اضافه کنه علیرضا اینجا پیاده رو زده نودربگ پس گرفته از پا هم توی بازی تعویز شدن ورگت آسه فیل به خونه دیشیش اومده پیشنهاد تعویز فیل ها فیل اومده جیسه میگه اگه میخوای بزن من با پیاده اچ میزنم ستون رخ رو باز میکنم فیل رو میذارم دیسه وزیر رو میذارم سی دو و میام سراغ شا... شاه تو اما علی رضا این کار رو انجام نداده اسب خودش رو گسترش داده فیل دیسه و اسب به خونه اف 6 اومده قلعه از طرف نودربک و توی این لحظه علی رضا فیروز جا فیل رو توی بازی زده دیگه روخی توی ستون اچ نیست الان اینجا رخ رو زده با پیاده پس گرفته و حرکت سی مرکز رو به چالش میکشه پیاده ها ترویز شدن رخ سی یک حمله به وزیر وزیر جابجا جا شده وزیر سیدو میبینید که این قطر رو توی بازی داره فشار وارد میکنه نودربک و رخ به خونه دی 8 اومده اسب ای پنج و فیل دی 7 گسترش فیل توی بازی وزیر سی هفت حرکتی که فعال برای سفید و داره فشار به پوزیسیون وارد میکنه و توی این لحظه علیرضا فیروز جا به خوبی اسب رو گذاشته خونه D5 حمله به وزیر اگر براتون سواله که چرا با رخ رو توی ستون سی قرار نمیده پیاده از دست میره و اگر که این رخ رو بخواد قرار بده راحت وزیر رو میذاره خونه بی هفت و احتمالا باید رخ ها رو تعویز اگر بخواد تعویز کنه البته این رخ میره نمیتونه تعویز کنه و فشار زیادی رو سفید داره توی بازی وارد میکنه اسب رو گذاشته به همین دلیل دی 5 وزیر به خونه B7 اومده فیل ای هشت پیشنهاد تعویز وزیرها وزیرها توی بازی تعویز شدن و فیل آشیش رخ به خونه دی دو اومده رخ فعال سیاه رو روی صفحه میبینیم فشار داره به این پیاده وارد میکنه رخ دی یک پیشنهاد تعویز من پیاده رو میزنم علی رضا فیروز جا یک, بازی. یک پیاده توی بازی جلو میفته فیل بی هفت حمله به رخ رخ به خونه بی هشت اومده حمله به فیل با روخ خودش از فیل دفاع میکنه به اسب حمله میکنه اسب جا به جا میشه و اینجا نودر بک اسب رو گذاشته افسه بهتر بود اسب رو میزد این اسب وقتی بر میگرده مشکلی نداره اما حرکت بهتر این بود که اینجا اسب رو میزد توی بازی روخ ایدو روخ آدو از میکنم میاد دنبال این پیاده توی بازی و فیل به خونه سی هش رفته 6 فضا برای شاه توی بازی خالی میکنه علی رضا و رخ رو گذاشته دی هشت که حرکت خوبی نبوده چرا حرکت خوبی نیست چون بعد از حرکت شاه اف هشت علی رضا فیروز را دیگه توی بازی مشکلی نداره رخ هم فیل هم به خوبی داره توی بازی دفاع میشه مثلا بعد چیکار میکرده اونجا رخ رو بعد میذاشته دی سه، از پیاده خودش دفاع میکرده و حالا نوبت سیاه که از پیاده خودش دفاع کنه پیاده رو میذاره آ 5 سفید میتونه فیل دی بازی کنه پیشنهاد تعویز فیل ها توی بازی با این رخ میتونه پس بگیره حالا سیاه هم سفید هم فشار خوبی رو داره به پیاده F7 وارد میکنه سیاه میتونه مثلا رخ آیه کیش بده بعد از اینکه شاه جابجا جا شد اون یکی رخ خودش رو بذاره خونه F8 تا از پیاده دفاع کنه و بعد بره سراغ این پیاده و اینجای بازی سفید میتونه رخ رو بذاره خونه بی هفت. این پیاده رو توی بازی بهش فشار وارد کنه و به یک همچین وضعیتی میرسیم که یک پیاده رونده علی رزا داره اما استفاده نمیتونه بکنه چون دوتا رخ فعال داره سفید و این پیاده رو توی بازی میتونه پس بگیره اما برگردیم عقب رخ دی هشت حرکتی بوده که عبدالسد تاروف بازی کرده شاه رو گذاشته F8 علی رزا و حرکت اسب دی چهار حرکت خوبی نبوده توی وضعیت و پوزیسیون رو برای سفید بازنده میکنه در اصل اینجا باید پیاده رو میزده از پیاده خودش دفاع میکرده به عنوان مثال بی پنج از طرف علی رضا میتونه بازی بشه و حرکت رخ بی هفت حرکت قوی پیشنهاد تعویز میده درسته داره پیاده دفاع میشه اما آچمزه نمیتونه فیل از خونه ای هش بلند شه مثلا رخ رو میتونه بذاره آهش اسب دی چهار حالا میتونه بازی شه اسب ای هفت میتونه پیش بره سراغ فیل پیشنهاد تعویز اسب در برابر فیل بده و میتونه با رخ سی هفت دفاع کنه رخ بی دو و به این شکل بازی ادامه پیدا کنه که توی بازی اتفاق نیفتاده اسب رو گذاشته دی چهار نودربک اسب ای هفت از طرف علی رضا شاخه توی بازی پیدا میکنه که همه مهره ها رو میتونه تعویز کنه اسب خونه بی 5 هم اومده علی رضا فیروز جا مهره ها رو تعویز کرده و به یک آخر بازی کاملا برنده داره میره شاه رو هم از آچمزی خارج میکنه پیاده رو از دست داده پیاده آسه رو از دست داده سفید و در انتها س... سیاهه که یک پیاده رونده توی بازی داره و اینجا دیگه فرق کنه با اونجا که سفید دو تا رخ داشت و میتونست بیاد سراغ پیاده اینجا پیاده رونده است شاه داره فعال میشه و از این پیاده توی بازی میتونه استفاده بکنه اونجا رخهای فعال داشت الان دیگه یه دونش رو نداره توی بازی اسب زیر ضربه خونه سیشیش اومده کیش داده به شاه شاه اومده به خونه دی هفت کیش اسب رو زده فیل رو داده و کیش شاه ببینید شاه سفید چقدر غیر فعال شده توی بازی رخ اومده به خونه آ 7 تا جلوی رخ سفید رو توی بازی بگیره جی چهار پیاده داره میره رفته پشت پیاده جلوش رو گرفته کیش شاه دی پنج کیش کیش داره میره شاه فرار میکنه توی بازی پیاده داره میره کیش دوباره کیش و بعد از حرکت رخ دی هشت دیگه شاه میاد به خونه ای یک و سفید دیگه کیشی توی بازی نداره و پیاده داره میره و وزیر میشه و توی این وضعیت 200 تاروف از بازی انصراف میده و علی فیروزجا فیروز جا با مهره سیاه این بازی رو پیروز میشه بریم سراغ بازی دوم خب توی بازی دوم علی فیروز جا با مهره سفید بازی میکنه و بازی رو با حرکت دی چهار آغاز کرده دی پنج از طرف عبدالسطارف سی چهار 6 جی سه گشایش کاتالان رو روی صفحه داریم اگر به گشایش کاتالان علاقه من, دید من آموزشش رو دارم پلیلیستش رو آماده میکنم تا الان دو ویدیو ازش منتشر شده و مجموعا فکر میکنم 85 دقیقه راجبه به گشایش کاتالان تا به الان صحبت کردیم میتونید یه سر به اون پلیلیست هم بزنید اسب F6، فیل جی 2 و حرکت C5 کاتالان باز رو روی صفحه داریم پیاده ها تعویز شدن اسب گسترش پیدا میکنه پیاده‌های بعدی هم توی بازی تعویض شدن و فیل سی پنج حمله به اسب قلعه و عبدالستاروف هم در واقع قلعه میره اسب سیسه همه اینا تئوریه و درسته پیاده دوب میشه اما تئوریه در دوب نمیشه ایزوله میشه در واقع حرکت ای پنج حمله به اسب اسب به فیل نشسته فیل جا به جا شده توی بازی و فیل جی پنج حمله به وزیر که در واقع یک تکنیک دفلکشن هم هست اگر اینجا فیل بی دفاع رو بزنی فیل خودت هم توی بازی بی دفاع شده عبدالستارو وزیر رو توی بازی جابجا جا کرده وزیر دیدو اسب گسترش پیدا کرده رخ رو گذاشته پشت وزیر فیل به خونه آسه اومده و حرکت سی چهار میخواد خونه دی 5 رو برای فیل خودش توی بازی مهیا کنه فیل سیاه گسترش پیدا کرده فیل دی 5 و فیل ها تعویز شدن پیاده های سیاه دوب شده اما ستون F برای رخ باز شده وزیر دی هفت یک پیشنهاد تعویز وزیر دیگه علی رضا فیروزجا رو میبینیم جدیدن مثل مگنس کارسن بازی میکنه مهره ها رو تعویز میکنه میره توی آخر بازی و همه رو میبره و رخ F هفت اجازه نمیده این پیاده توی بازی از دست بره اما رخ دی یک رخ ها رو توی ستون دی دوبل میکنه علی و حرکت آ چهار حمله به اسب رخ رو زده با شاه پس گرفته و اسب خودش رو جابجا کرده فیل به خونه بی دو اومده و اسب توی بازی فعال شده میبینید خونه دیشیش هم خونه مناسبی برای اسبه و توی این لحظه عبدالستارو فرکت آسه رو انجام داده که حرکت اشتباهی بود از نظر کامپیوتر و در واقع حرکت غیر فعالی بوده اینجا باید اسب رو میذاشته D4 که حرکت فعالی درسته حرکت ایس اسب رو از خونه دی 4 میرونه اما میتونه کیش بده و فیل رو توی بازی بزنه فیل فعال سفید رو و با کیش میتونه بزنه و به این شکل بازی ادامه پیدا کنه دیگه خونه دی هفت هم برای روخ خالی نیست که بیاد سراغ این پیاده و بازی میتونه ادامه داشته باشه اما آ بازی شده رخ D7 حالا کیش داده داره میاد سراغ این پیاده شاه به خونه G6 اومده و حرکت رو از طرف علی فیروزجا ببینید G4 نمیره سراغ پیاده G4 حرکت خیلی جذابیه. می بینید خونه H5 خونه F5 رو پیاده G4 داره از شاه میگیره خونه H6 و خونه F6 هم توسط فیل داره کنترل میشه. این رخ هم داره خونه F7 رو به خوبی توی بازی کنترل میکنه و اگر علی رضا فیروز را وقت داشته باشه میخواد H4 H5 مات کنه توی بازی مثلا B6 اگر بازیشه H4 توی راهه و سیاه مشکل داره به همین دلیل حرکت H6 رو عبدالسطاروف بازی کرده خونه H7 رو در واقع برای شاه خالی میکنه به فیل حمله کرده فیل به خونه D2 اومده اینجا کامپیوتر میگه فیل به خونه E7 فیل بهتری رخ به خونه آ 4 اومده فشار به این پیاده داره وارد میکنه از D6 از پیاده دفاع میکنه فشار بیشتر به این پیاده توی بازی داره وارد میکنه و ای 4 از طرف عبدالصدتاروف مشخصا حرکت بیشیش 6 اینجا حرکت بهتریه توی بازی اما E4 رو روی صفحه داریم پیاده از دست رفته از به خونه E5 اومده رخ به خونه بیچار اومده میگه بیا تعویض کنیم بیا مهره ها رو تعویض کنیم این آخر بازی رو من میبرم اینم که زیر ضربه و حرکت ای سه رو بازی کرده به خاطر اینکه پیاده ها رو توی بازی دوبل کنه زفت توی پوزیسیون سفید در واقع ایجاد کنه این قربانی پیاده به این دلیل بوده و رخ رو گذاشته آشیش اومده دنبال اسب اما حرکت سی پنج حرکت سی پنج بازی شده از اسب دفاع کرده رخ اومده به خونه استیشیش حمله به این پیاده توی بازی اسب به خونه بی رفته رفت از پیاده دفاع کرده رخ اومده دنبال اسب از این پیاده به خوبی علی رزا داره دفاع میکنه و به خوبی پوزیسیون خودش الان دیگه داره دفاع میشه H5 دوباره میخواد ضعف ایجاد کنه زده کیش با شاه پس گرفته فیل به خونه ای یک اومده پیاده بعدی حمله به اسب و حرکت رخ دی هفت بازی شده حرکت قوی اسب دی 6 رخ رو کات میکنه به صورت کامل توی بازی اسب به رخ نشسته رخ به اسب حمله کرده اسب جابجا جا شده و حرکت رو ببینید سی شیش پیاده آروم آروم داره توی بازی پیش روی میکنه فیل به خوبی اسب رو داره دفاع میکنه رخ دوباره اومده سراغ پیاده اما رخ بی هفت پیاده رو بزنی اسبت رو از دست میدی چاره ای هم نداره همین اتفاق توی بازی افتاده نودر نودربک عبدالصدارف با یک مهره کمتر با یک پیاده کمتر داره به این آخر بازی میره که فقط 6 ثانیه وقت داره در مقابل علی رضا فیروز جای سرعتی این بازی رو داره واگذار میکنه رخ اومده و پیاده بعدی رو هم زده اومد میخواد بیاد سراغ این پیاده از اومده F5 رفته پیاده رو زده و توی حرکت بعدی مات شده عبدالسطاروف و بازی دوم هم علی رضا فیروز جا با مهره سفید با شایستگی کامل پیروز میشه بریم سراغ بازی سوم و بازی آخر که توی این ویدیو میخوام بهتون نشون بدم بازی سوم هم علی رضا فیروز را با مهره سیاه بازی میکنه و نودربگ بگ عبد بازی رو با حرکت D4 آغاز کرده اس F6 C4 E6 اسف f و D5 گامبی وزیر پذیرفته نشده رو توی بازی داریم گسترش اسب و C5 تعویض پیاده ها توی بازی اتفاق افتاده و به شاخه های اصلی سمیتاراش میریم پیاده ها هم تعویض میشن توی بازی و گسترش فیل حمله به اسب. از به فیل نشسته فیل جا, به جا شده و جیسه توی بازی میبینیم باز هم این فیل میخواد فین که دو بشه توی بازی قلعه فیل جی دو دیگه کاتالان نیست اما شباعت زیادی باز هم به کاتالان پیدا میکنه اسب به خونه بیشیش رفته و اسب به خونه آ 5 اومده اسب به فعال از طرف سفید فیل بی چهار حمله به هر دو اسب سفید توی بازی از طرف علی رزا و اینجا اگر که فکر میکنید مثلا اسب در بی هفت سفید داره در اشتباهی چون قرار نیست که بر سراغ اسب بعد توی بازی رخ رو هم از دست بده وزیر رو میذاره ای هفت حالا با دو زور داره به اسب توی بازی حمله میشه و اسب به دام میفته در اصل کجا میخواد بره همه خونه هایی که میتونه بره توسط مهره های سیاه کنترل میشن مثلا اسب رو میذاره دیشیش با فیل اسب رو میزنه اوکی رخ گرفتی توی بازی اما دو مهره توی بازی از دست دادی حالا این اسب خونه بیشیش هست که از این خونه آهش دفاع کنه توی شاخه های کاتالان ما میبینیم اسبی خونه بیشیش نیست و راحت میتونه سفید رخ رو بزنه برتری هم داره اما اینجا دو تا مهره توی بازی از دست میده پس نداره وضعیت رو اسب اومده خونه ای چهار میبینید حالا داره با فیل از اسب دفاع میکنه همین اتفاق افتاده تعویز اسب در برابر فیل اسب اومده سی حمله به فیل فیل جابجا جا شده اسب به خونه مرکزی اومده همچنان حمله میکنه به این فیل و سفید توی بازی قلعه رفته حرکت بی شیش از طرف علی رضا احتمالا از این قدر توی بازی میخواد استفاده کنه وزیر آ حمله به اسب با فیل از اسب دفاع کرده وزیر اومده خونه آسه که حرکت دقیقی نبوده حرکت دقیق حرکت فیل دی دو بوده که از حمله اسب در امان بمونه و در واقع برتری دو فیلش رو سفید توی بازی حفظ کنه زمانی که سیاه فقط یک فیل داره توی بازی اما وزیر رو گذاشته آسه علی رضا آ پنج بازی کرده اسب دی شیش ببینید به خونه خوبی رفته حمله به فیل فیل اومده آشیش و اینجا اسب رو نودربک زده با پیاده پس گرفته و پوینت شیه یک پیاده ایزوله داره از علی رضا الان توی بازی که میتونه فشار بهش وارد بشه رخ اومده دی یک فشار به پیاده از برگشت از پیاده دفاع کنه اما ای چهار اگر بزنه برخواست های عجیب غریبی با این اسب توی بازی میتونه بده و به همین دلیل نزده وزیر اومده خونه دی هفت و فیل به خونه دی, دی چهار اومده فشار به این پیاده توی بازی و پیاده رو حالا زده چون الان یه فیل اومده دی چهار رخ رو بلاک کرده در واقع توی بازی اسب در ای چهار بازی شده این هم زیر ضربه توی بازی و رخ رو گذاشته پشت وزیر علی رضا و اینجا به نظر من اگر نودربک بخواد فیل رو برداره که به وزیر حمله کنه علی رضا اینجا میزنه و اگر پس بگیره با رخ میزنه و وزیر رو در ازای دو, فی... دو رخ توی بازی قربانی میکنه مطمئنم علی رضا این کارو رو میکنه مثلا شاه بعد باید بیاد خونه جی 2 دو. میدونی چرا میگم این کار رو میکنه چون فیل سفید رو داره توی بازی فیل برمیگرده خونه بی هفت فشار خیلی زیادی وارد میکنه و علی رضا قطعا میتونه اون وضعیت رو ببره وزیر اومده به خونه F3، وزیر c6 دیدیم نودربک اون کار رو انجام نداد رخ اومده c1 حمله به وزیر وزیر جابجا جا شده h4 فکر کنم h5 هم توی راهه و حرکت h6 h5 حمله به وزیر وزیر جابجا جا شده رخ اومده خونه ای 1 دوباره دنبال این دیسکاوری ها توی بازیه که این حرکت رخ ای یک حرکت ای بوده از نظر کامپیوتر که بریلیانت موف در نظر گرفته این حرکت رو چرا؟ چون فیل رو توی بازی بیدفاع گذاشته و اگر که بر سراغ فیل توی بازی علی رضا در واقع اسب اف 6 کیش میده وزیر زیر ضربه میتونه اسب رو بزنه وزیر در آ 8 نودربگ عبدالستاروف میتونه بازی کنه به همراه کیشه شاه باید بره مثلا خونه اچ و این فیل هم میبینید توی بازی زیر ضربه علی رضا فیروز جا لقب میفته مثلا میتونه رخ رو بذاره دیدو بخواد فعال بازی کنه فشار به دو پیاده وارد کنه اما با حرکت رخ ایدو میبینید که همه ی حمله سیاه از بین میره وزیر داره به خوبی دفاع میکنه میتونه این در واقع پیاده رو بزنه و نباید بره سراغ این رخ چون با کیش اینو میزنه بعد اینو میزنه بعد رخ رو بذاره ای یک و به این شکل بازی ادامه پیدا کنه اما علی فیروزجا جا اینجا حرکت وزیر F5 رو بازی کرده و نرفته سراغ این فیل توی بازی اینجا علی رزا حرکت خوب وزیر F5 رو بازی کرده توی تنگی زمان نرفته دنبال این فیل توی بازی و اینجا وزیرها تعویض شدن حالا فیل رو دیگه باید جمع کنه اینجا پیاده رو زده رخ اومده به خونه بی هش. حمله به فیل فیل سراغ پیاده بعدی هم رفته و این پیاده حالا زیر ضربه علی رزا پیاده رو زده این پیاده هم زیر ضربه و نودربک عبدالستاروف رخ رو گذاشته آیه که حرکت اشتباه بازی بوده اومده غیر فعال داره در واقع بازی میکنه از پیاده خودش دفاع کنه امید داره پیاده رونده بشه و بتونه از این پیاده استفاده کنه اما متریال ها زیادن توی بازی اسب فیل دو تا رخ توی بازی و کاری پیاده در واقع الان نمیتونه از پیش ببره و باید فعال بازی میکرده در اصل مثلا باید چی کار میکرده وزیر رو میذاشته فیل رو میذاشته خونه سیسه از خیر پیاده میگذشته رخ رو میذاشته خونه دی یک و الان سفید هم داره فعال بازی میکنه توی بازی و به این شکل بازی رو ادامه میداده پیاده ای که خورده رو باید پس میداده در اصل اما برگردیم توی این لحظه رخ رو گذاشته خونه آی آیک و علی رضا فیروز جا اسب رو گذاشته دی چهار اسب میخواد بیاد افسه چنگال مهره ها توی بازی نودر بگرد دو ست رخ رو گذاشته بی یک میگه بیاد تعویز کنیم رخ ها رو علی رضا فیروز جا گفته اوکی تعویز کرده فیل اومده خونه دی سه داره به سیخ میکشه اسب و رخ رو توی بازی رخ رو گذاشته خونه دی یک حمله به فیل حمله به اسب یعنی در واقع اگر که میگه اسب منو بزنی منم اسب تو رو میزنم اما علی رضا فیروز اسب رو گذاشته افسه کیش داده و توی این وضعیت نودر بگ عبدالستاروف از بازی انصراف داده چرا چون مثلا شاه بخواد بیاد جیدو به اسب حمله کنه اسب از دست میره داره دفاع میشه از اسب و با یک مهره بیشتر در واقع این آخر بازی رو علی رضا بازی میکنه به همین دلیل توی این لحظه توی حرکت سی و پنجم از بازی انصراف داده و سه بازی پشت سر هم سه بازی با هم انجام دادن دو بازیکن هر سه بازی رو علی رزا فیروز جا پیروز میشه اینو هم باید در نظر داشته باشید نودر بگ عبدالسطارف بازی بازیکن دعوتی بوده در واقع جزء چهار بازیکن دعوتی دویژن یک بوده که علی رزا فیروز جا اصلا نمیگم حرفی نمیزنم ممنونم که تا آخر این ویدیو رو نگاه کردید اگر ویدیو رو دوست داشتید ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید به شطرنج علاقه مندید کانال رو سابسکرایب کنید تا جامعه شطرنجمون گسترده تر شه و ویدیوی امروز رو با یک جمله از خوز راول کاپا بلانکا به اتمام میرسونیم اگر به دنبال پیشرفت در شطرنج هستید قبل از هر چیزی به آموزش آخر بازی بپردازید من کیانم و توی ویدیوی بعدی میبینمتون